به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به دو خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. مسئولان جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفتند جوان کشته شده در مزار شریف ارتباط با آنها نداشته است. پیشتر فرماندهی پلیس طالبان در بلخ گفته بود یک عضو جبهه نظامی مخالف خود را در ناحیه اول مزار شریف کشته است. در خبرنامه فرماندهی طالبان در بلخ آمده است که حوالی ساعت 6 شام دو عضو جبهه بغاوت در مربوطات حوزه اول شهر مزار شریف شناسایی و یکی از آنها کشته و دیگری متواری شد. طالبان معمولا از جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی افغانستان به نام جبهه بغاوت نام میبرد. به نقل از فرماندهی پلیس طالبان در مزار شریف یکی از این افراد هنگامی که میخواست بر پاسگاه نظامی طالبان بمب دستی بیاندازد کشته شد و یکی دیگر از آنها موفق شد از محل فرار کند. طالبان همچنین تصویری از جسد خونین جوانی را در شبکه های اجتماعی اکس پخش کردند. در خبرنامه آمده است فرد دومی نیز تحت تعقیب نیروهای طالبان قرار دارد و به زودی دستگیر خواهد شد. تاکنون هویت فرد کشته شده به دست طالبان معلوم نیست. با این حال در خبرنامه فرماندهی پلیس طالبان در مزار شریف آمده است که در دولت قبلی به عنوان پلیس اربکی نیروهای مسلح مردمی آمی جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت میکرد. جبهه آزادی به طالبان در مزار شریف حمله کردیم، به چریک های ما آسیبی نرسیده است. در این حال یک مقام از جبهه آزادی به افغانستان انترنشنال گفت چریک های این جبهه شام چهارشنبه یک عملیات موفق بر یک ایست بازرسی طالبان انجام داده است. به گفته او چریک های جبهه آزادی در جریان این عملیات و پس از آن آسیبی ندیدن و سالم هستند. جبهه آزادی با پخش ویدیو در صفحه رسمی اکس خود گفته است در نتیجه این عملیات دو تن از ملیشه های طالب مستقر در این پازگاه به هلاکت رسیدن، دو ملیشه دیگر طالب زخم برداشتند. جبهه مقاومت سازمان های بین المللی در مورد این قتل تحقیق کنند. همزمان یک مقام جبهه مقاومت ملی می گوید طالبان با کشتار بیگناهان تحت عنوان مبارزان جبهه مقاومت ملی در تلاش برای مجازات جمعی مردم هستند. این منبع تاکید می کند که جوان کشته شده هیچ ارتباطی با این جبهه ندارد و تنها یک تبلیغ نادرست از جانب طالبان به شمار می رود. این مقام جبهه مقاومت ملی افغانستان از نهادهای بین المللی خواست درباره این قتل تحقیق کند. و در پایان جبهه مقاومت ملی افغانستان از یک حمله نیروهایش علیه طالبان در ولسوالی قره‌باغ کابل خبر داده و گفته است که در نتیجه این حمله 3 طالب کشته و 5 تن دیگر این گروه زخمی شده است. به نقل از خبرنامه جبهه مقاومت ملی افغانستان این حمله ساعت 9 شب گذشته بر افراد طالبان در روستای داوودزی ولسوالی قره‌باغ انجام شده است. این جبهه افزوده است که در این عملیات به نیروهایش آسیب نرسیده است. طالبان نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. جبهات ضد طالبان از دیشب به این طرف از چند حمله علیه این گروه خبر دادند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.